ستاره های زیر ذره‌بین لالیگا. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. از مسی تا ایدن هازارد و آنتوان گریزمن و حتی ژائو فلیکس بازیکنان هستند که با ورود بزرگان به لالیگا زیر ذره‌بین خواهند بود. رقابت های لالیگا از این هفته شروع شد، اما بزرگان فوتبال اسپانیا یعنی ریال مادرید و بارسلونا از هفته آینده بازی های خود را شروع خواهند کرد. در رقابت های این فصل میسی، ایدن هازارد، آنتوان گریزمن و ژائو فلیکس ستاره های سه تیم بارسا، ریال مادرید و اتلتیکو مادرید به دلایل زیاد بیش از دیگران زیر ذره‌بین هستند و هوادارانشان از آنها انتظار دارند نسبت به فصل پیش چند قدم پیشتر بروند. لیونل میسی برای اولین بار بعد از سالها هواداران فوتبال در اسپانیا لالیگا را بدون جادوی میسی تصور می‌کردند. این اتفاق البته نیفتاد و میسی در بارسا ماندنی شد، اما هواداران این تیم، هواداران فوتبال به طور کلی و حتی مدیران لالیگا تابستان به شدت سخت را پشت سر گذاشتند. به همین خاطر لیگ امسال میتواند لیگ میسی باشد. اگر دست خود او بود حتما از اسپانیا رفته بود، اما حالا مانده است و شاید در هر بازی که کم ضعیف کار کند با اتهام بی‌اتحادی یا بی‌انگیزگی مواجه شود. در حال حاضر او نشانه های خوب مثل حضور با انگیزه در تمرینات را نشان داده است. میسی هیچ وقت مثل حالا وضعیت تردیدآمیز در بارسا نداشته است. غرور او زخم خورده است و حالا باید دید به وضعیت جدید چگونه کنار خواهد آمد. ایدن هازارد ستاره ریال مادرید این فصل برای کسب جام‌های مختلف و او نیاز مبرم دارد. بازیکن بلژیمی یک فصل ناامید کننده را سال گذشته در مادرید گذراند و خودش گفته من را باید با فصل دوم حضورم در ریال مادرید مورد قضاوت قرار دهید. او از ناحیه مچ پا آسیب دید، ضمن اینکه کیلوها اضافه وزن او و همچنین رفتنش به اردوی تیم ملی بلژیم در شرایطی که از آمادگی مناسب برخوردار نبود همگی باعث ناراحتی هواداران ریال مادرید شد. البته فوتبال و هوادارانش معمولا فراموشکار هستند. همه انتقادها میتواند فراموش شود اگر هازارد سطحی که در چلسی داشت را دوباره در ریال مادرید به دست بیاورد. در آن صورت زیدان سرمربی ریال مادرید یک بازیکن در کلاس جهانی را در تیم خود خواهد داشت. آنتوان گریزمن ستاره فرانسوی قهرمان جام جهانی 2018 نتوانست در سال اول حضورش در بارسا بدرخشد و هنوز به هواداران بارسا ثابت نشده که او واقعا ارزش 120 میلیون یورو سرمایه گذاری را داشته است یا نه. اوضاع آنقدر بد پیش رفت که در مقاطع پایانی فصل او تبدیل به یک بازیکن نیمکت نشین در نیمکمپ شده بود. در سمت چپ زمین او نه احساس راحتی میکرد و نه میتوانست توانایی های خود را نشان دهد. گمان سرمربی جدید بارسا گفت گریزمن نمیتواند یک وینگر باشد. او این حرف را قبل از حضور در بارسا زده بود و حالا که خودش سرمربی این تیم شده این نکته میتواند به نفع گریزمن تمام شود. مشکل بزرگ ستاره فرانسوی این است که او در همان پست راحت است که در اختیار میسی قرار دارد. اگر هماهنگی او با میسی در زمین شکل بگیرد بارسا مدعی قهرمانی در همه جام ها میتواند باشد. ژائو فلیکس تطبیق پیدا کردن با تاکتیک ها و ایده های دیگو سیمونه در اتلتیکو مادرید برای هیچ بازیکن راحت نیست. حتی اگر گرانترین بازیکن تاریخ اتلتیکو یعنی ژائو فلیکس هم باشد باز هم دردسرهای زیاد خواهد داشت. همان طور که این ستاره پرتغالی اواخر فصل قبل بیشتر به عنوان بازیکن جانشین به زمین می آمد. صبر مهمترین فاکتور است که می توان به موفقیت این بازیکن 20 ساله در مادرید کمک کند. او البته با همین شرایط در فصل اول حضور خود در اسپانیا نشان داد استعداد و تکنیک فراتر از دیگر بازیکنان اتلتیکو دارد، اما حالا در فصل دوم درخشش به مراتب بیشتر از او انتظار می رود. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. حالا نگهدار.